سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم به کمک نرم افزار فتوشاپ یک ویدیو رو تبدیل به گیف بکنیم. برای انجام این کار لازمه ویدیویی که مد نظرتون هست رو وارد نرم افزار فتوشاپ بکنین و بعد از اون میتونیم ببینیم که ورک اسپیس یا میز کار شما تغییر میکنه، در واقع پنل تایملاین به فتوشاپ شما اضافه میشه. اگر احیانا یک همچین اتفاقی برای شما نیفتاد، لازمه که از نوار بالا روی گزینه ویندوز کلیک بکنین و تیک گزینه تایملاین رو برای خودتون فعال بکنین که این پنل هم به نرم افزار شما اضافه بشه. بعد از اون مجددا لازمه که از نوار بالا وارد قسمت ایمیج سایز بشین و همونطور که توی این پنجره میتونین ببینین، ابعاد این ویدیویی که من اینجا دارم 1920x1080 هست که خب طبیعتا برای یک گیف ابعاد خیلی زیاد و بزرگیه و باید یک مقدار اون رو کوچیک‌تر بکنیم. برای انجام این کار باید مطمئن بشین که تیک این گزینه خورده. در واقع این دو گزینه با همدیگه لینک باشن. کاری که این گزینه برای ما انجام میده این هست که اگر ما این گزینه رو تغییری توش ایجاد بکنیم، روی اون گزینه دیگه هم این تغییر اعمال میشه. بعد از اون گزینه سانتی متر رو به پرسنت تغییر میدیم و این صد رو روی یه عددی بین 30 تا 50 قرار میدیم و بعد از اون روی گزینه اوکی کلیک میکنیم، کانورت رو میزنیم تا ابعاد ویدیوی ما یک مقدار پایین تر بیاد. کار بعدی که ما باید انجام بدیم این هست که میتونیم موسمون رو روی انتها یا ابتدای اون فایلی که داریم توی تایملاین قرار بدیم و اون قسمتی که مد نظرمون هست که تبدیل به گیف بشه رو انتخاب بکنیم. در واقع با این کار ما میتونیم ویدیوی خودمون رو کات بزنیم. یک مقدار من این رو کوتاه‌تر کردم و الان یک همچین ویدیویی دارم. در واقع به این مقدار اون ویدیوی من کوتاه شد و برای اینکه بتونم از اون استفاده بکنم باید از اون اکسپورت یا خروجی بگیرم. برای انجام این کار لازمه که مجددا از نوار بالا وارد قسمت فایل بشم، گزینه اکسپورت، گزینه سیو فور وب رو انتخاب میکنم و ساب میکنم که اون پنجره برای من باز بشه. توی این پنجره تنها کاری که شما باید انجام بدین اینه که مطمئن بشین که این گزینه روی حالت گیف قرار داره و تیک گزینه ترانسپرنسی رو خاموش بکنین و بعد از اون توی این قسمت یعنی گزینه سیو میتونین مشخص بکنین که این ویدیو کجا سیو بشه و در نهایت گزینه دان رو انتخاب بکنین. خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. خوشحال میشم اگر کانال ما و اینستاگرام ما رو سابسکرایب و فالو بکنین. ممنونم ازتون.